با عرض سلام خدمت همه تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز یک شنبه است و در واقع فردا که بازار باز میشه، خواستیم با هم دیگه بیت کوین رو بررسی کنیم، ببینیم بیت کوین تو هفته آینده ممکنه براش چه اتفاقی بیفته. اگه خاطرتون باشه معمولا شنبه یک شنبه چون بازار کریپتو بازه، بقیه مارکت ها بسته است، یه خورده رفتارها غیر طبیعیه. امروز بررسی میکنیم که واسه هفته بعد در مورد بیت کوین بتونیم چه تصمیمی بگیریم. در کنارش یه کوچولو هم به طلا اشاره میکنم که پتانسیل خیلی خوبی، خیلی خیلی خوبی احتمالاً باید برای هفته آینده داشته باشه. خب لطفاً رو چارت با من همراه باشین. ببینید قبل اینکه من به بیت کوین رو بررسی بکنم، ببینید ما تقریبا 7-8 روز قبل اومدیم کف جدید بیت کوین رو معرفی کردیم، راجع به اینکه قیمت ممکنه تو چه رنجی بازی بکنه کلی صحبت کردیم. من گفتم که ممکنه بین همین منطقه‌ای که هست تا منطقه 24-5 هم بخواد بازی بکنه. یعنی اصلا الان که رو منطقه 21 داره بازی میکنه اصلا چیز عجیب غریبی نیست که بگیم ما جا موندیم. اتفاقا ما میدونستیم که ممکنه بیاد اینجا، منتها این خاطرتون باشه من گفتم یا باید تو کف خیلی خیلی پایین بخریم یا اینکه باید اجازه بدیم نمودار آپ ترند بشه، ببینیم که رالی سعودی شروع شده اون به بعد وارد بشیم. خب حالا ما تقریبا هفته قبل، 6 روز قبل، یه نظرسنجی توی یوتیوب اعلام کردیم که 1000 نفر از دوستان محبت کردن، تو شرکت کردن، راجع به همین خرید پلکانی بیت کوین بود. اگه نظر عزیزان توجه بکنین، کمترین میزان تمایل به خرید رو همون قیمت فعلی بوده. قیمت فعلیش اون موقع 18000 خورده ای بوده. خب یعنی اکثر دوستان علاقه شون دوروبر منطقه 15 تا پایین 10K بوده، حتی میبینید رو 17.5 هم علاقه مندی کمتر از این رنج بوده. خب یعنی ببینید من هم با نظر اینا موافق بودم، یعنی در واقع من هم هنوز بیت کوینی نخریدم چون هیچ علاقه ای نداشتم که بخوام پولمو به خطر بندازم. بعد این توجه هم داشته باشین قبل اینکه دنبال کسب منفعت باشین، به جای اینکه بیام میگه من اگه بیت کوین رو 20 بخرم مثلا بره 100، من 80000 دلار سود میکنم. اونور داستانم ببینید، شما 20000 دلار بدین یه دونه بیت کوین میخرید، دو روز بعد قیمتش بشه 10000 دلار، شما نصف سرمایه‌تون رو از دست دادین. ما نمیخوایم سرمایه رو به باد بدیم، ایراد نداره، من تو جای گرونتر شده میخرم و یه جای درست میخرم، بدونم اون به بعد میره، برگشتی اتفاق نمیفته. فعلا نمودار داون ترنده، بیاین با هم دیگه بهتر چک کنیمش. ببینید بیت کوین همونطوری که میبینین از وقتی که در واقع از ماه نوامبر پارسال شروع به ریزش کرد، دونه دونه بریش فلگاشو شکون رفت پایین، دونه دونه بریش فلگاشو شکون رفت پایین. بزرگترین بریش فلگش هم اینجا بود که از ماه ژانویه تا ماه اپریل تقریبا طول کشید، بعد افتاد کلا توی کانال ریزشی، دیگه خیال همه راحت کرد. اینجا هم میبینیم پلکانی در واقع بریش فلگ درست کرده، الان توی این مقطع هستیم. این همون کانالیه که اگه خاطرتون باشه من در روز قبلم کشیده بودم، الان همونجاییم. اون روزا من گفتم، الانم دارم میگم، هر وقت خورد به مووینگ 30 برگشت، بازم خورده به مووینگ 30، یه کانفرمیشن ریزشی گرفته ولی کامل نیست. چرا؟ چون آخرین سبز این ماجرا رو باید رد بکنه، یعنی بادی آخرین سبز رو ببینید، آخرین سبز این مجموعه این بوده، هنوز رد نشده. بیاد پایین بادی این سبز، ما دوباره میریم تو فاز ریزش. خب پس اولا برای اینکه بگم بیت کوین سودی شده من برم بای، ببین الان من اینجا نمیتونم به هیچ کدوم از اینا بای بزنم. اگه دنبال یه سود چه میدونم 1000 دلاری بودم، آره، به عنوان یه هولدر من نمیام اینجا بای بزنم چون کلی محدودیت دارم. اولا از این بریش فلگی هنوز در نرفته، اون توه. دوما مووینگ سی که این همه مقاومت ایجاد کرده اینجا. سوما کانال ریزشی اصلی ما که این کانال سبز است هنوز نشکسته، اینجا به بعد تازه میتونم، یعنی بالای 24 در واقع شاید بتونم نفس راحت بکشم به عنوان یه هولدر. حالا چرا بالای 24؟ ببینید چارت ویکلیه در واقعیت بیت کوین دارین نگاه میکنین، نمیدونم چقدر تصویر درست واضح معلوم باشه. این خط قرمز ما مووینگ 200 در واقع، نمودار شما مووینگ 200 ویکلی رو رد کرده، این پشت پول بک کرده، این کندل 17 ساعت دیگه بسته میشه. اگه واسه فردا کندل قرمز بعدی بیاد، به خاطر همون میگم این منطقه رو ما رد کنیم، یعنی یه پولبک از پشت 200 گرفتیم، کسی نمیدونه چقدر ممکنه بره پایین. گام های ریزش ویکلیش رو نگاه کنین چقدری بوده، اگه یه بار دیگه یه همچین چیزی بده فاتحش خونده است، پایین درکی باید ببینیمش.
پس برای هولد بیت کوین بازم من سر همون دوتا سناریوی خودم هستم. یا باید بریزه خیلی بره پایین‌تر، از کف‌های پایین‌تر، صفر که نمیشه، ولی از کف‌های پایین‌تر بخریم که خیالمون راحت‌تر باشه. اگه رفت پایین دیگه خیلی پایین قرار نیست بره که ما یهو کلی بخوایم ضرر کنیم. یا اینکه اگه این واقعاً یک کف مناسب برای شروع بوده هیچ ایرادی نداره، بذاریم بره بالا سعودی بشه، ایراد نداره. به جای اینکه ما رو 2021 بخریم روی 3035 بخریم، مثلا دارم میگم، این رقم ایدالم نیست، ما رو رقم بالاتر بخریم ولی جای درستو بخریم، بدونیم از جایی که ما خریدیم دیگه والی سعودی شروع شده بود، حالا میره بالا. خب پس این نظر من در مورد بیت کوین، نخریدم، هیچ عجله‌ای هم برای خرید ندارم، دارم صبر میکنم. ولی در مورد طلا ببینین، من ایندکس دلار براتون بیارم. ببینین ایندکس دلار خیلی خیلی زیاد ارتفاع گرفته، چارت دیلی شو دارین میبینین. جمعه ما اینجا یه در واقع عقب گردی رو داریم میبینیم، یه فرم ریزشی داره به خودش میگیره. من نظرم اینه، الان من نمیدونم، بایدن داره این هفته فکر کنم میره عربستان، احتمالاً با مقامات سعودی سر قیمت نفت یه رایزنی میکنن، ممکنه حتی رو تورم آمریکا هم تاثیر بذاره، نمیدونم، حالا اون رو بذاریم کنار. 27 جولای 27 همین ماه مجددا فدرال رزرو نرخ بهره رو میبره بالا، یعنی دلار باید سعودی بشه. من فکر میکنم احتمالاً دلار یه اصلاح میان مدت داره، در واقع امروز که 10 جولایه، یعنی توی این 17-18 روز باقی مونده ممکنه یکم قیمت بخواد تعدیل بشه که بعداً به خاطر اون خبر یا نزدیک به اون خبر بازار بره بالا. یعنی ممکنه، نمیدونم، باید کندل فردا رو ببینیم، ممکنه واسه چند روز بخواد بازار، یعنی شاخص دلار بیاد پایین. اگه شاخص دلار بیاد پایین، ببینید طلا تو جای فوق‌العاده‌ای نشسته. تایم فریمه دیلی طلا رو دارین نگاه میکنین، توی بستر بسیار بسیار مناسبیه، منطقه 17-20 تاچ کرده برگشته، الان 17-41 داره بازی میکنه، یه آبشار خیلی سنگین زده، دو روز اونجا گیر کرده، اوسیلاتورتون هم همونجوری که میبینین سرش به سمت بالاست. خب اون خط روندی هم که من توی یه ویدیو بهتون گفته بودم روز فکر کنم سه شنبه، اون خط رونده هم رد کرده. ببینین این خط روند دیلیش رد کرده. خب فکر میکنم دلار فردا صبح یه کوچولو به سمت پایین حرکت کنه، طلای برگشت فوق‌العاده‌ای باید داشته باشه. یعنی من این هفته حواسم رو اینه، از این باید پوزیشن بگیرم. ببینید من در واقع هرچی که میگم و خودم هم انجام میدم. اگه خاطرتون باشه ما همین توی یوتیوب هم توی توییتر من اعلام کرده بودم که خبر داریم پوزیشن یو اس دی کد رو از دست ندین، بعدم براتون در واقع ویدئوامو گذاشتم، دیدین از یو اس دی کد دو تا پوزیشن زدم، هر دو تاشم نزدیک $1000 در آورد. خب یعنی در واقع بعضی چیزا هست، هر دقیقه اتفاق نمیفته، ماهی یه باره. خب اون ماهی یه باره رو نباید از دست داد. خب این طلا هم فکر میکنم به جایی رسیده که الان ممکنه از اون اتفاقات ماهی یه دفعه بخواد صورت بده. پس من فردا شیشتم که حواسم رو طلاه، من طلا رو کار خواهم کرد. ولی اگه طلا صبحی بخواد بره بالا و در واقع دلار بخواد بریزه، به احتمال خیلی خیلی زیاد شاخصهای سهام آمریکا هم یه جونی خواهند گرفت، بازار سعودی خواهد شد، به منزله اینکه دیگه بازار سرتر شده کلن داریم میریم بالا نیستا، شاید در حد 10 روز اینطوری باشه. برای اینکه اون سری هم تو ماه ژوئن هم وقتی خواستن نرخ بهره رو ببرن بالا، از یک هفته قبلش دلار سر به فلک کشید، در واقع خبر پیشخور شد هستن. این سری هم ممکنه همون اتفاق بیفته، الان واسه چند روز بیاد پایین در حد 7-8 روز، بعد یه هفته مونده به زمان خبر دوباره دلار بخواد بکشه بالا، ممکنه طلا بره پایین، ممکنه در واقع شاخصهای سهام و خود سهام هم برن پایین. چیزی که هست میبینین بیت کوین این روزها از این مارکت ها تبعیت نداره. خب اون ارتباط منطقیشو قطع کرده خودش و خودش، و الان بیت کوین به عبارتی دارایی پر ریسک به حساب میاد. خیلی اونقدر حالا میگم دنبال بیت کوین نیستم، ولی ما هم بیت کوین هم اتریوم و هولد خواهیم کرد، چون باید این کارو بکنیم، ولی به جای درستش. الان از نظر من سعید جای درستی نیست، شما هر کدوم اختیار پول خودتون رو خودتون دارین، خودتون میدونین که بهتر اینجا براتون میتونه کجا باشه. من فقط تو این ویدیو دارم در واقع برنامه‌ریزی خودم برای پول خودم رو میگم، یعنی به هیچ وجه توصیه اقتصادی برای کسی نیست، خودتون با فکر خودتون تصمیم بگیرین. خب
امیدوارم که هفته پیش رو برای تک تک دوستان هفته فوق‌العاده‌ای باشه. توام با سلامتی پرسود باشین. تا ویدئوی دیگه، وقت همگی بخیر. خسته نباشید.